سلام بچه‌ها، من دنی پینک منم و خیلی خیلی خوش اومدیم این ویدیو. خب آقا، امروز اومدیم با پیش بینی قهرمان این فصل پیل و حالا غیر از قهرمان تکلیف کل 20 تا تیمو امروز قراره که من مشخص بکنم و قراره که یه پیش بینی داشته باشیم تو طول فصل و خب می‌خوایم ببینیم که آخر فصل تا چه حد من درست گفتم، حالا چه تیمایی که سقوط می‌کنن، تیمایی که سهمیه می‌گیرن و از همه مهم‌تر قهرمان. این چالشی که اوستا شروعش کرد، ویدیوشو گذاشت و بچه‌های کانتنت کریتور رو دعوت کردش که من هم دعوت می‌کنم. و الانی که دارم ویدیو رو ضبط میکنم یه سری از بازی هفته اول پیل انجام شده، مثلا آرسنال بازی کرده، تاتنهام بازی کرده، که این نتیجه هیچ کدومش تأثیری روی این پیشبینی که من میخوام بکنم نداره، چون پیشبینی من واسه طول فصل و واقعا هفته اول مهم نیستش. و منچستر سیتی و وست هم یه بازی مهمه این هفته است که هنوز الانی که دارم ویدیو رو ضبط میکنم انجام نشده بازیش، ولی به هر حال میریم واسه پیش بینی. شمایی هم که دارین ویدیو رو نگاه میکنین همین الان تو کامنت ها پیش بینی خودتون رو بنویسین که حالا آخر فصل که دیگه تکلیف قهرمان و اینا مشخص شد من برمیگردم روی این ویدیو و میبینم که کیا درست گفته بودن. تاریخ کامنتتون خیلی مهمه، اگه تازگی ها کامنت گذاشته باشین و اینا قبول نیستش دیگه. همین الان بنویسین که به نظر شما کی قهرمان میشه، کیا سقوط میکنن، کیا سهمیه و اینا، توی یه کامنت تگ کنین که بنویسین و بریم شروع کنیم و ببینیم که چه خبره. خب آقا، اینجا قراره که تیما رو بخش بندی بکنیم، این که خب چمپیون یا قهرمانمونه که آخر بهش میرسیم. توی این قسمت سه تا تیمی رو داریم که سهمیه چمپیونز لیگ رو میگیرن، اینجا سهمیه یه لیگ اروپا و لیگ کنفرانس اروپاه، اینجا تیمای وسط جدولی هن که نه به سهمیه نزدیکن و سهمیه میگیرن نه به سقوط نزدیکن، و اینجا تیمایی هن که خطر سقوط رو دارن ولی سقوط نمی کنن، و در آخر این ستا تیمی که اینجا قراره باشن ستا تیمی هن که از نظر من سقوط میکنن امسال، که ما از وسط جدول شروع میکنیم. این تیمای اینجا رو مشخص میکنیم و تکلیف تاپ 6 و اینا رو اینجا مشخص میکنیم. بریم تیمای وسط جدولی رو داشته باشیم. اولین تیمی که به نظر من وسط جدولی امسال و جایی آدم پایین جدولی باشه ولی من میگم وسط جدولیه، وولفزه. تیم وولفز به نظر من تیمیه که همین وسط مساتوس بازی هفته اولش هم نمیدونم چند چند شدش، ولی به نظرم اینجا واسش خوبه، یعنی جاییه که جای درستیه واسش. تیم بعدی که اینجا قراره باشه از نظر من تیم اورتونه، با اینکه پارسال در حال سقوط بودن و آخرش هم نیمه پایین جدول شدن، ولی به نظر من امسال همین وسطای کار جا میگیره. بازی اولش هم یکیش به چلسی باخت، ولی خب واقعا میگم بازی اول واسه من مهم نیستش. تیم بعدی که از نظر من اینجا قرار میگیره تیم نیوکاسلیه، که خب میدونید دیگه الان یه جورایی تیم عربستان حساب میشه این تیم، ولی به نظر من همین وسطای جدوله، در حد سهمیه نیستش، در حد آخر جدول هم نیستش، البته شاید هم باشه، واقعا این چیزا رو نمیشه درست پیش بینی کردش. تیم بعدی که از نظر من این قسمت جدوله تیم وست همه. تیم وست هم هم تیم خوبیه و همیشه بازی ها شعله تاپ 6 بازی های خیلی خفنی و خیلی خوب بازی میکنن، ولی به نظر من در نهایت همین وسط جدول باشن. وسط جدولی که میگم یعنی رده 8 تا 12. و فعلا 4 تا رو گذاشتیم و یه تیم دیگه رو باید ما اینجا بذاریم که از نظر من اون یه تیم دیگه ای که اینجا میتونه باشه و پتانسیلش رو داره که اینجا باشه تیم فولامه. شاید یه کوچول عجیب باشه چون فولام تازه اومده توی لیگ برتر، ولی به نظر من تیم باحالیه و خب بازی اولش هم جلو لیورپول میتروویچ 2 گل زد و دبل کرد، خیلی خوب بودش. و حالا میگم بازی اوله واسه من مهم نیست، ولی به نظرم فولام تیم باحالیه و جز تیماییه که میمونه توی لیگ، یعنی اومده و میمونه. و خب من اینجا میذارم فولامو. تیمایی که باتم هالفن یا نیمه پایین جدولن، اینا خیلی میتونه جاشون با این تیمای بالایی یعنی تیمای وسط جدولی عوض بشه. من 5 تا تیمو میذارم. اولین تیم لیدز یونایتد، بعد لیدز یونایتد کدومو بذاریم؟ آستون ویلا میتونه باشه. آستون ویلایی که خب شاید با جرارد و کوتینیو و این ماجرا حتی اینجا باشه، یعنی به جای مثلا فولان بیادش اینجا، ولی از نظر من باتم هالف. تیم بعدی که اینجا میتونه بازی بکنه از نظر من کریستال پالاسه، که اگر سقوط نکنه به نظرم جاش اینجا هست و نمیتونه بالاتر باشه. خب من تا اینجا کار پاتریک ویرا رو مربی خوبی ندیدم، حالا بازم نمیدونم چه جوریه، ولی خب با زاها و بازیکنایی که داره به نظرم همین جاها رو بگیره شاید هم میتیبل باشه، ولی قطعا بالاتر نمیتونه باشه. بعد دوتا تیمی که اینجا باید بذاریم و بعد ستای آخر رو انتخاب بکنیم
دوتا تیم به نظر من لستر سیتی رو چرا نیاوردم؟ بذار من لستر رو بیارم. لستر رو اینجا میتونیم داشته باشیم و برایتون رو، فعلا این دوتا رو داشته باشیم اینجا، ولی به نظرم لستر میادش بالا. یعنی شاید یه همچین حالتی باشه که لستر بیادش اینجا، یا نمیدونم، واقعا خیلی سخته. ولی برای اینکه یه چیز به یه چیز منطقی تری برسیم، ما نیوکاسل رو میاریم پایین، لستر میاد بالا. این دقیقاً ترکیب نهایی من میشه واسه وسط جدول و پایین جدول، که حس میکنم خیلی درست باشه. تنها تیمایی که اینجا از نظر من شاید بتونه جاشون عوض بشه اورتون و استون ویلا، یعنی شاید اورتون دوباره پایین جدول بشه و استون ویلا بیادش بالاتر، اینا ممکنه تغییر بکنه. ولی واقعا دیگه بیشتر از این وقت رو این قسمت ها نمیذاریم. ولی نکته ای که خیلی بهش امیدوارم فولام توی وسط جدوله. سه تا تیمی که از نظر من سقوط میکنن داشته باشیم، با برنتفورد شروع میکنیم که حس میکنم امسال سقوط میکنه، چون کریستیان اریکسن هم که حالا رفتش منچستر و اینا، ولی به نظرم تیم چیز خاصی نداره و فصل پیشم خب خوب نبود نتیجه‌اش دیگه. به نظر من امسال برنتفورد سقوط میکنه. تیم بعدی که از نظر من سقوط میکنه ساوثهمپتونه، و تیم آخرم بورموسه. یعنی ساوثهمپتون و بورموس و برنتفورد از نظر من سقوط میکنه. این تیمای پایین جدول، وسط جدول و سقوط کننده بودش. حالا من ناتینگهام فارست رو الان دارم میبینم که یادم رفته بیارم، به خاطر همین یه تغییر اینجا رو بدیم. آستون ویلا بیادش اینجا، لستر سیتی بیادش اینجا، یعنی جز تیمایی که سهمیه کنفرانس رو کم کمش میتونه بگیره. لستر سیتی رو میاریم اینجا، آستون ویلا بیادش اینجا و ناتینگهام فارست بیادش اینجا. به نظر من ناتینگهام این فصل توی پرمیر لیگ میمونه، با اینکه تازه اومده، ولی به نظرم سقوط نمیکنه و میمونه. پس ناتینگهام میادش اینجا و این ترکیب دیگه ترکیب درستی شد. حالا تیمای اینجا رو هم درست کنیم، دو تا تیم دیگه باید بذاریم به عنوان تیمایی که سهمیه اروپا رو میگیرن، لیگ اروپا یا لیگ کنفرانس اروپا. با تمام احترامی که من قائلم واسه منچستر یونایتد، ولی از نظر من منچستر یونایتد تیمیه که اینجاست این فصل و سهمیه نمیتونه بگیره، سهمیه لیگ قهرمانان رو بازم نمیتونه بگیره، چون انصافا خرید خیلی خفن و زیادی نداشتن. از اون طرف باید فقط ببینیم که اریک تن هاگ چیکار میکنه، که اینو باید بگم که من واقعا مربی رو قبول دارم و مربی خوبیه. یعنی بازی آژاکس اون زمانی که تن هاگ مربیش بود و نگاه میکردم واقعا خفن بود، ولی به نظرم بازم منچستر سهمیه اروپا رو نمیتونه بگیره. تیم بعدی که اینجا قرار باشه از نظر من چلسیه، با اینکه چلسی امسال کولیبالی رو خریده تو دفاع و اونور استرلینگ رو خریده و شاید فرانکی دیونگ رو بخره این ماجرا، ولی تنها دلیل اینکه چلسی رو میذارم اینجا به خاطر اینه که امسال من به تاتنهام خیلی امیدوارم. یعنی حس میکنم سهمیه اروپا رو تاتنهام میگیره و چلسی و منچستر نمیتونن بگیرن سهمیه لیگ قهرمانان رو، و به خاطر همین من تاتنهام رو میذارم اینجا. و تیم بعدی که واقعا تو نقل و انتقالات امسال فوق العاده بوده و من خیلی بهش امیدوارم آرسناله، که آرسنال هم میذاریم اینجا. یعنی یکی دلایلی که از نظر من چلسی یا منچستر نمیتونن امسال سهمیه اروپا رو بگیرن تاتنهام و آرسنالن، که امسال خیلی قوی شدن. در حد قهرمانی نمیبینمشون، ولی به نظر من تیمای خیلی قوی هستن که سهمیه چمپیونز لیگ رو میتونن بگیرن. بازیای هفته اولشون هم هر دوتا بردن، خوبم بردن. و در نهایت جدال همیشگی این چند سال اخیر دیگه، منچستر سیتی یا لیورپول کدوم قهرمان میشن؟ یک کدوم از تیما باید بیادش اینجا و یک کدومشون باید بره بالا، که از نظر من امسال هم منچستر سیتی قهرمان میشه و لیورپول تیم دوم میشه. یعنی درست سر بخوایم بچینیم یه همچین چیزیه، منچستر اوله، لیورپول دوم، آرسنال سوم، شاید حتی آرسنال دوم بشه. و ادامه تیم‌ها اینجوری، میگم سیتی هنوز بازیشو بازی نکرده، ولی خب اون اصل تیمی که داشت و حفظ کرده، هالند رو خریده، خب بازیکن‌های دیگه‌اش مثل کوین دی بروین و اینا هستن، و به نظر من کماکان شانس اول قهرمانی امسال پی‌ال هم سیتیه. شاید لیورپول بتونه امسال بالاخره قهرمان بشه و بیاد بالاتر از سیتی، ولی من بازم شانس بیشتر رو واسه سیتی می‌بینم. و حالا میگم اصلا اینا به بازی اول بستگی نداره، اون که خب لیورپول 2-2 مساوی کرد با فولام و اینا، ولی این جدول نهایی من از پرمیر لیگ امساله. حالا اینا رتبه‌ای دقیق نداره، یعنی بین این سه تا تیم مثلا دوم، سوم، چهارم به ترتیب نچیدم، واقعا ممکنه هر کدومشون باشن، یعنی بیاد این اینور این اینور، واقعا نمیدونم. ولی این نظر منه، یعنی سیتی قهرمان میشه، برنتفورد، ساوثهمپتون و بورموث سقوط میکنن، ناتینگهام فارست و فولام میمونن توی لیگ،
و منچستر سهمیه اروپا نمیتونه بگیره، یعنی لیگ قهرمانان رو نمیتونه بگیره، چلسی هم احتمال زیاد نتونه و این تیمای بالا هم که این شکلی هن. حالا این نظر من بودش، حتما حتما شما هم نظرتون رو مثلا بنویسین و نمیدونم، خیلی اتفاقا میتونه بیفته، یعنی ممکنه که چلسی بیاد بالاتر و تاتنهام بیاد پایینتر یا هر چیز دیگه‌ای. ولی یکی از چیزایی که واقعا بهش خیلی اعتماد دارم تو این پیشبینیه، منچستر سیتی که قهرمان میشه، ولی از اونجایی که من لفظ هر چیزی میامون اتفاق نمیفته، ممکنه که امسال اصلا منچستر سیتی بیادش اینجا و بوموس قهرمان بشه. اگه 1% همچین اتفاقی افتاد به هیچ عنوان تعجب نکنید. ولی این بودش پیشبینی من و امیدوارم که راضی باشین دیگه. بیشتر از اینم اینجا حرف دیگه نمیمونه. مرسی از اینکه ویدیو رو کامل نگاه کردین. اسم من دنی پینک پن و تا ویدیو بعد فعلا.